درود بر شما. خیلی ها فکر میکنن اعتیادآورهای مضر فقط مواد مخدر هستن که همه تقریبا میدونن. آره درسته، مواد مخدر شیمیایی و یا گیاهی که وجود داره همگی مضر و مرگبار هستن. ولی یک سری اعتیادآورهای دیگه هم هستن که اعتیاد و زیاده روی در مصرف اونا میتونه انسانها رو بیمار کنه. شماره 10، شیرینی یا کوکی. مصرف زیاد و روزانه کوکی میتونه به عادت تبدیل بشه و تحقیقات نشون میده که این عادت در حقیقت اعتیاده. طی یک تحقیقات در کالج کنتیکت در چند نوبت سرم سالین یا کوکائین و یا مورفین به موشا تزریق شد. سپس موشا را در 1000 تو که در آن کیک برنجی و کوکی قرار داشت رها کردند تا آزادانه حرکت کنند. سپس مشخص شد که موشا کوکی رو به کیک برنجی ترجیح میدن. اونا با خوردن کرم درون کوکی به همان اندازه هیجان زده میشدن که تزریق کوکائین یا مورفین اونا رو به هیجان در میآورد. سپس پروتئین بدنشون آزمایش و مشخص شد که قسمت لذت مغز آنها حتی از زمانی که کوکائین تزریق میشد نیز هیجان زده تره. شماره 9، گندم. گندم هم یک ماده اعتیاد آوره که البته هیچ کس به این مسئله توجه نمی کنه. یکی از ترکیبات گندم گلوتنه و امروزه با خوردن فراورده های گندمی عاری از گلوتن تصور میشه که این ماده غذایی کاملا سالمه. مصرف بالای گندم چه با گلوتن و چه بدون آن سالم نیست. امروزه محصولات حاوی گندم همانند گذشته نیست. گندم های امروزی حاصل مهندسی ژنتیکه که بیش از 50 سال مورد استفاده قرار میگیره. این گندم به دلیل داشتن مقادیر بالای نشاسته، گلوتن و پروتئین‌های اعتیادآور شما را به مصرف دوباره اونا وادار می‌کنه. شماره 8، گوشت. گوشت یک منبع طبیعی پروتئین حیوانیه و به همین دلیل به سختی میشه بین فردی که به گوشت معتاد شده و فردی که به دلیل دریافت پروتئین گوشت مصرف می‌کنه تمایز قائل شد. گوشت حاوی هیپوگزانتینه، یک محرک کافئین مانند که فرد رو هیجان زده میکنه. حتی خواص هیپوگزانتین هم مانند کافئینه. مقادیر هیپوگزانتین در گوشت کهنه بیشتره و همین دلیله که بسیاری از مردم پس از گذشت مدتی از عدم مصرف گوشت علائم ترک اعتیاد رو نشون داده و تمایل به مصرف گوشت دارن. شماره 7، بستنی. با مصرف بستنی همون قسمت از مغز فعال میشه که با مصرف مواد مخدر فعال شده. با گذشت زمان برای فعال شدن این قسمت باید میزان مصرف بستنی رو افزایش بدیم. در غیر این صورت همانند افراد معتادی که به مواد مخدر دسترسی نداره افسرده خواهیم شد. مؤسسه تحقیقاتی اورگان تاثیر بستنی بر مغز انسان رو بررسی کرده. اونا فعالیت مغز 151 نوجوان رو اسکن کردند. محققان به این نوجوانان یک جعبه میلکشیک نشان دادند تا پیش از اینکه طی اسکن میلکشیک واقعی در اختیارشون قرار بدن میلشون به بستنی رو بسنجن. محققان متوجه شدن نوجوانانی که در روزهای پیش از اسکن زیاد بستنی خوردن نسبت به افرادی که مدت‌ها بستنی نخوردن میل بیشتری دارند. این نتیجه با بررسی فعالیت‌های بخش لذت مغز در حین خوردن بستنی مشخص شد. آن دسته از نوجوانانی که پیش از بررسی بستنی خورده بودند در مقایسه با اون دسته که نخورده بودند به بستنی بیشتری نیاز داشتند تا به همان میزان لذت مغزی دست پیدا کنند. شماره 6، پنیر. پنیر یکی از مواد اعتیادآور دیگه‌ایه که گهگاه می‌خوریم و در بسیاری از غذاهای فست فود وجود داره. به همین دلیله که بسیاری از ما بدون اینکه خودمون بدونیم به پیتزا اعتیاد داریم. زیرا پنیر حاوی مولکول‌های اعتیادآور کازئین و کازومورفینه. کازومورفین از اجزای کازئینه و در بدن تأثیرات مشابه مورفین ایجاد می‌کنه. آنها همانند موادی چون مورفین و هروئین خود رو به گیرنده‌های مغزی متصل می‌کنند. در نتیجه بدن همانند مصرف مواد مخدر دوپامین ترشح می‌کنه. تولید کنندگان پنیر از این امر آگاهن و با استفاده از این شرایط فروش خودشون رو افزایش میدن. شماره 5، قند. بله، قند یا شکر. قند هم همانند مواد دیگه بسته به نوع استفاده از اون میتونه مفید یا مضر باشه و میتونه اعتیادآور باشه. طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه فناوری کوینزلند تأثیر قند هم در بدن همانند کوکائینه. زیرا هر دوی آنها باعث ترشح دوپامین در بدن میشه.
گذشت زمان و مصرف روزانه قند میزان دوپامین ترشح شده رو کاهش میده و باعث میشه فرد قند بیشتر و بیشتری مصرف کنه و وقتی قند مصرف نکنه تا دوپامین ترشح بشه همانند افراد معتاد افسرده خواهد شد و زمانی هم که مصرف قند رو ترک کنه علائم ترک اعتیاد معتادان به کوکائین رو خواهد داشت. شماره 4، قهوه. مصرف قهوه در خیلی از کشورها بسیار بالاست. مثلا در کشور فنلاند هر فرد به طور متوسط سالی 12 کیلوگرم قهوه مصرف میکنه. اما چرا مردم آمریکا و اروپا اینقدر به قهوه اعتیاد دارن؟ دلیلش اعتیاد به کافئینه. قهوه حاوی کافئینه که اعتیاد آورترین و پرمصرفترین ماده مخدر جهانه. زیرا همانند مصرف مواد مخدر با مصرف اون دوپامین ترشح شده و احساس خوبی هم خواهیم داشت. کافئین اعتیاد جدی ایجاد میکنه که تنها با نوشیدن قهوه آروم میشه. شماره 3، نوشابه. نوشابه هایی مثل پپسی و کوکاکولا به دلیل داشتن کافئین بسیار اعتیاد آورند. بنابراین اگر قهوه ننوشید با مصرف نوشابه کافئین مورد نیاز رو دریافت خواهید نمود. تحقیقات نشون داده که 80% آمریکایی‌ها به شکل‌های مختلف کافئین مصرف می‌کنند. کافئین کلا به جریان خون و مغز وارد شده و گیرنده‌های آدنوزین که مسئول کند کردن فعالیت سلول‌های عصبی مغز هستن رو غیر فعال می‌کنه. در این صورت بدن هوشیارتر شده و آدرنالین ترشح می‌کنه. ماده‌ای که در شرایط خاص مانند قرار گرفتن در خطر به طور طبیعی ترشح میشه. سپس بدن متوجه میشه خطری وجود نداره و برای مقابله با تأثیرات کلا گیرنده‌های آدنوزین بیشتری ترشح میکنه. فرد مصرف کننده که در این مرحله به نوشابه معتاد شده باید برای رسیدن به این لذت نوشابه بیشتری مصرف کنه. نوشابه علاوه بر داشتن کافئین دارای رنگ کارامل، اسید فسفوریک و مقدار زیادی قند یا شربت ذرت سرشار از فروکتوزه. یک بطری کوکاکولا حاوی 10 قاشق چایخوری شکر یا شربت سرشار از فروکتوزه که در بلند مدت به دیابت منجر خواهد شد. شماره 2، چیپس سیب زمینی. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا ترک چیپس سیب زمینی تا به این اندازه دشواره؟ دلیلش اینه که طبق تحقیقات چیپس هم میتونه همانند ماده مخدر اعتیادآور باشه. بنابراین با مصرف روزانه چیپس دیگه نمیتونید اونو کنار بذارید. چیپس سیب زمینی هم همانند پنیر باعث ترشح دوپامین شده و همان تأثیر مواد مخدر رو ایجاد میکنه. طبق یکی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه لندن، چیپس سیب زمینی همان تأثیری رو در مصرف کننده ایجاد میکنه که نشان دادن الکل به الکلیا و نشان دادن تصویر ماده مخدر به معتادین مواد مخدر ایجاد خواهد کرد. و شماره 1، شکلات. شکلات هم یک ماده اعتیادآور دیگه است، زیرا قند، چربی، تئوبروبین، انکفالین، کافئین و کاکائو در شکلات هستند. تئوبروبین و انکفالین محرک هستند. تئوبروبین رگهای خونی رو منبسط کرده، ضربان قلب و فشار خون رو کاهش داده تا همانند مصرف ماده مخدر احساس خوبی ایجاد کنه. تأثیرات انکفالین به مطالعات بیشتری نیاز داره. زیرا تا امروز تحقیقات انجام شده تنها بر روی موش‌ها بوده. اما برخلاف موش‌ها انسان به سرعت تحت تأثیر انکفالین قرار نمی‌گیره. محققان متوجه شدن موش‌هایی که شکلات مصرف کردن ترشح انکفالین در آنها به اوج رسیده و گیرنده‌های ماده مخدر در مغزشون فعال‌تر خواهد شد. درست همانند مصرف هروئین و مورفین. در نتیجه موش‌ها برای حفظ ترشح این ماده به شکلات بیشتری نیاز داشتند. معمولاً انسان‌های عاقل هیچ نوع اعتیاد که در واقع نوع نیاز بدنی است رو در خود ایجاد نمی‌کنند. امیدوارم همیشه بی‌نیاز و سرشار از شادی و سلامتی باشید.